سلام و درود به چنل یوتیوب سفارور، خیلی خوش اومدین. میخوایم بریم سراغ آخرین پارت از 9 مدل فاندامنتال و این مدل روند لاین. بریم روی تخته و دیاگرامشو بکشم و بعدش هم بریم سراغ کوتاهی عملیش. با من همراه باشید. خب تقسیم بندی که ما باید انجام بدیم چه جوریه؟ ابتدا میایم مثلث چتری رو جدا میکنیم. بچه ها این نمای از بالای سره، اینم بغل سر. اوکی؟ ابتدا میایم مثلث چتری رو جدا میکنیم که روی کارم بهتون میگم چجور مثلث چتری رو جدا کنید. میایم مثلث چتری رو جدا میکنیم، این چتری جلوی سر رو مثلثش رو جدا میکنیم و گیره میزنیم. حالا مدل روند لاین چجوریه؟ مدل روند لاین اینه که شما باید موها رو بیای لاین دیگه در 0 درجه کات کنی. روند لاین یعنی در الیویشن شما در 0 درجه کات میکنی موها رو، و یعنی 0 درجه همون لاینه که کات میکنی، و در محور آور دایرکشن که میشه محور دور سر شما رون در میاری، گرد در میاری کارو. و در این مدل بهتره که در قسمت چتری ها چی بشه؟ موها کوتاه بشه، چتری کوتاه بشه که بهتون روی کار نشون میدم. حالا تقسیم بندیش به چه شکله؟ شما اومدید مثلث چتری رو جدا کردید، بعد کلن وسط سر رو ببین، از بالا از این نوک مثلث تا پشت سر، تا پشت سر یه فرق باز میکنید جدا میکنید، یه لاین باز میکنید جدا میکنید که موها میشن به دو قسمت. حالا شما میایید از، ببینید، از بغل سر تا پشت سر یک لاین اینجوری جدا میکنی، ببین یه لاین جدا میکنی و موها در 0 درجه برش میخوره. ولی چون مدلمون رونده چجور برش میخوره؟ به این شکل گرد برش میخوره. و بعدش که این لاین رو جدا کردی میری سراغ لاین بعد. این لاین، این بقیه موها بالا گیره خورده که نیاد توی کار، بهتونم روی کار نشون میدم. دوباره میایم سراغ قسمت بعدی یا سکشن بعدی، جدا میکنیم، باقی موها میره بالا گیره میخوره، دوباره این موها میاد پایین و ما در الگویی که همون سکشن اولو برش دادیم میشه الگومون دیگه، میایم دوباره این موها رو روی همون 0 درجه و روی همون الگو برش میدیم. دوباره میره سراغ سکشن بعدی و موها میاد پایین و در زاویه 0 درجه روی الگویی که داریم برش میزنیم. میریم سراغ قسمت بعدی و همین کار رو میکنیم دوباره. دوباره سکشن بعدی، باقی موها میره بالا و تا برسیم به، حالا چتری ها، مثلث چتری ها اینجاست گیره خورده، به این مثلث چتری آخر کار انجامش میدیم، کوتاش میکنیم. پس شما به این مثلث چتری ها کار نداشته باشید و همینجوری میریم بالا تا برسیم به وسط سر، فرق وسط. کلن موها رو میکشیم پایین و برش میدیم. بعدش میریم سراغ اون قسمت سر و دقیقا همین کار رو انجام میدیم. و بعدش آخر سر میایم در قسمت چتری رو بهتون میگم که چجوری بازش میکنیم و کوتاش میکنیم. به همین راحتیه مدل روند لاین. بریم سراغ کار عملیش. بریم سراغ کوتاهی مدل روند لاین. ابتدا میام و موها رو رطوبت میدم. این کله مانکن پلاستیکیه و شونه گیر میکنه، پس بهتر اول از اسپرای دو فاز استفاده کنید، بزنید بهش، اسپرای دو فاز روغنی، و بعدش هم از آپاش استفاده کنید که شونتون گیر نکنه یا کمتر گیر بکنه، و خوب اول شونه کشی کنید و بعد برید سراغ کوتاهی که اذیتتون نکنه. خب ابتدا گفتم که یه فرق از وسط باز میکنم به این شکل. ببینید مساوی با تیغه بینی اینجا میفته. چرا دارم این شونه استفاده میکنم؟ چون کله مانکن پلاستیکی، اگه بیام شونه لایرینگ استفاده کنم یه مقدار اذیت هم میکنه، گیر میکنه، پس از این شونه استفاده میکنم.
فرق رو جدا میکنم، فرق وسط رو. حالا اگر دیدم یه جاهایش میزون نیست، درست نیست، درستش میکنم، چیز خاصی نیست. میبینید اینجا خودش مو نداره، وگرنه فرق از وسط درست جدا شده. اینجا مو نداره که اینجوری احساس میکنید که، یعنی خطای دید میشه که انگار کج و کول است، ولی اینجوری نیست و سر طبیعی شکلی نیست و سر کلمان کن اینجوریه. حالا بازم یه مقدار دقیق ترش میکنم که بهتر بشه. این از خب ما اومدیم فرق وسط رو جدا کردیم، حالا بعدش گیره میزنیم. بریم سراغ مثلث چتری ها. مثلث چتری رو از کجا در میاریم بچه ها؟ ببینید اینجوری که زاویه بگیریم، یه دست بیاد بالای سر، شونم بیاد این بغل به چسبه، وسط این زاویه 90 درجه، یعنی 45 درجه زاویه این 90 درجه اینجا میشه. شما راحت میتونید چتری رو جدا کنید. ولی حالا تو کجا بیارید عقب جدا کنید؟ این مهمه. ببینید شما شونتونه که به این حالت قرار بدید در بالای سر، من اینجوری براتون بگیرم، در بالای سر، ببین اینجا که دیگه چی میشه؟ میاد به سمت پایین. اینجا دقیقا میشه جایی که شما چتری رو باید بیارید تا اینجا و اینجا جدا کنید. خب حالا اینجا چیه؟ اینجا ببینید بالاتر از این میشه محوطه اپکس، یعنی اوج سر. پس ما آخر فرونتال که اینجاست میایم تا اینجا قسمت چتری رو جدا میکنیم، میشه مثلث چتری. یه قسمت میاد تا اینجا و یه قسمت هم میاد تا اینجا، میشه مثلث چتری. این قسمت جدا شد، باقی رو گیره میذاریم توی دستمون نیاد. میریم سراغ این قسمت، اینجا میشه تقریبا. به همین راحتی هم مثلث این قسمت رو جدا کردیم. خب به همین راحتی مثلث چتری. این از این شونه کشی میکنم و میپیچونم گیره میزنم. حالا میتونستید نپیچونید، همینجوری گیره بزنید، ولی خب حالا من میپیچونم براتون و گیره میزنم. ببینید همینجوری که داریم میپیچونیم، قبلا هم آموزش دادم اینو، شل میکنیم خودش چی میشه؟ تاب میخوره، تاب میخوره و به همین راحتی شما منو میپیچونید. بعدش میام و گیره میزنم به همین راحتی. خب مثلث چتری جدا شد، بریم سراغ کوتاهی. بچه ها من کار رو برای شما سخت نمی کنم، به آسان ترین روش ممکن بهتون آموزش میدم که شما بتونید کار انجام بدید. نمیام بپیچونم لغمه رو براتون، گیجتون کنم که نشون بدم کار سخته، بعدش میرید میخواید کار انجام بدید نمیدونید چی به چیه. و اگرم نه مدل فاندامنتال رو از پارت اول ندیدید، بید از پارت اول ببینید، از چیزایی که توضیح میدم و بعدش کوتاهی ها و اینا رو یادداشت کنید. اینجوری نباشه ببینید بعد میخواید برید انجام بدید یادتون میره من چی گفتم، پس یادداشت کنید.
خب از نوک این مثلث دوباره میایم این خط، یعنی این لاین وسط رو جدا میکنیم به همین شکل و جدا میکنیم، گیره میزنیم. این قسمت اومدم گیره زدم چون میخوام از این قسمت شروع کنم کوتاهی. فرق رو جدا کردم از وسط، حالا از این قسمت میخوام شروع کنم کوتاهی. یه مقدار به کار رطوبت میدیم. بعد از اینکه رطوبت دادیم میریم سراغ این که سکشن به سکشن جدا کنیم، لاین به لاین جدا کنیم و کوتاهیمون رو انجام بدیم. قشنگ همین چیزی که روی تخت توضیح دادم، نه این دقیقا همین چیزی که روی تخت توضیح دادم، اینجا میخوام پیاده کنم. یه لایه از زیر برمیداریم به این شکل، میره تا پشت سر. شونه کشی میکنید، میکشید بالا و گیره میزنید. به همین راحتی. حالا اینجا یه مقداری ما کوتاه به خاطر همینجا گیر نکرده، این سکشن رو درست جدا میکنیم، این قسمت هم درست جدا میکنیم، میکشیم بالا و این تیکه هم گیره میزنیم که توی کارمون مشکل ایجاد نکنه. به همین راحتی. اینجا هم کوتاه است، یکم گیره بزنم. آره یه گیره هم اینجا بزنم. اوکی شد. ببینید قشنگ همین چیزی که روی، یعنی درست همین چیزی که روی تخته کشیدم. حالا موها رو شونه کشی میکنم توی 0 درجه. بچه ها یادتونه گفتم که الیویشن محور چیه؟ ارتفاع است. یعنی محور که نمیگفت، دیدگاه ارتفاع ماه الیویشن. 90 درجه به بالا میشد چی؟ 90 درجه به بالا میشد لیر. زیر 90 درجه، 90 درجه نه، زیر 90 درجه به پایین، خب یعنی یعنی به صفر نرسیده میشه گریجویشن. ولی اگر افتاد توی صفر درجه میشه چی؟ لاین. به همین راحتی. پس ما داریم الان لاین کوتاه میکنیم. در آور دایرکشن محور دور سر چیه؟ رونده، گرده. روند، دایره، گرد. دیگه آسان تر از این نمیشه توضیح داد، ولی خب از اول شما ویدیو رو نگاه کنید، نه مدل فاندامنتالو کامل همه چی دستتون میاد. اینجوری نباشه که اول از این ویدیو دارید نگاه میکنید، نه، اونا رو هم ببینید که همه چی دستتون بیاد. حالا تو این مدل، تو این مدل روند لاین، شما میخواید موها رو کوتاه کنید، در قسمت ساید بهتره که موها مثلا تا فک باشه، تا اینجا باشه. حالا بالاتر هم میتونه باشه، سلیقه‌ایه بچه‌ها، سلیقه‌ایه. حالا ما میایم و تا قسمت فک ما رو کات میکنیم. این بالا پایینش یه مقدار سلیقه‌ایه، ولی خب از قسمت فک میتونه باشه تا بالاتر. ببین چون ما میام از دندونای درشتشون استفاده میکنیم، میندازیم توی مو، فقط نگهش میداریم.
نمیکشیم، چون بکشیم جامپ داره دیگه، میره بالاتر بعد خراب میشه. از این قیچی استفاده کنم، فکر کنم بهتر باشه. بچه این پشت هم میتونید مربع شکل در بیارید، مثلا به این پشت که رسید مربعش کنید. حالا سلیقه‌ایه، این کار سلیقه‌ایه، ولی گفتم که میشه. ولی من همون روندو در میارم، همون گردو در میارم. این سکشن اولام که برش میدید خیلی مهمه بچه ها، دقت کنید، با دقت برش بدید. بریم سراغ سکشن بعدی. این سکشن، این کلن این قسمت رو تمام میکنیم بعد میریم اون قسمت. حالا میگید چند سانت بریم بالا؟ بچه یک سانت، دو سانت میتونید برید بالا. یعنی هر سیکشن قطرش یک سانت الا دو سانت باشه اوکیه. آقا نمیشه همشو بریزی پایین کات بزنی؟ میشه، ولی تمیز در نمیاد، اون چیزی که میخوای در نمیاد. میبینید اینجا خودش مون نداره. گیره میزنم و این قسمت هم چون تون گیره جا نمیشه کوتاهه. میکشم این قسمت و یه گیره دیگه میزنم. خب اومدم دوباره سکشن بعدی هم جدا کردم. سر کاملا صاف. و بچه الگو رو دارم میبینم. الگو زیر اینه. میبینید؟ الگو اینجاست. طبق الگو میکشم شونم رو تا خود الگو و کات. اتنشن های درشتشون استفاده میکنم که زیاد نمیخوام مو رو بکشم، تو همون افت طبیعی خودش.
اینم از سکشن بعدی. میریم سراغ سکشن بعدی، گیره رو برمیداریم. جدا میکنیم و گیره میزنیم. میبینید همینجا یه تیکه خیلی زیاد پر از مو ولی اینجا خالی. دیگه کله مانکن پلاستیکی همینه. حالا کله مانکن میگن مثلا 100% موی طبیعی، ولی خب 100% موی طبیعی بگیری باز مشکلات خودشو داره. ولی خب رو همین آموزش میدیم که بعدا شما خواستی تمرین کنی بدونی که اصلا با کله مانکن پلاستیک چجوری باید تمرین کنی. رطوبت میدیم و در 0 درجه طبق الگویی که داریم برش میدیم. دیگه شما الگو رو دارید میبینید. میبینید الگو پررنگ شده، دارید میبینید با تنشنای درشتشونه. حتی میتونم حالا اگه موی طبیعی باشه بهتره که شما بگیرید با دست بکشید و برش بدید، اوکی؟ ولی این موی الان پلاستیکه، من همین جوری هم که بگیرم و الگو رو ببینم میتونم برشم رو بدم و مشکلی پیش نمیاد. توی افت خودش 0 درجه این کار رو انجام میدم. میبینید شونه کشیم هم انجام میدم. بچه ها اگر مو اینجا ببینید، شما دیگه بعد از اینکه یاد زیاد تمرین کنید متوجه میشید که افت طبیعی مو داخل کجاست. مثلا افت طبیعیش اینجاست، نمیتونم مو رو بکشم اینجا و برش بدم، خراب میشه، مثلا مدلم خراب میشه. پس باید توی افت طبیعی خودش ببینید رو با کدام سمت افتاده و همون قسمت شونه بشه و کاتتون رو انجام بدید. بریم سراغ سکشن بعدی. ببینید با مثلث چتری کاری ندارم. باقی مو رو در بالا گیره میزنم.
خب اینجا رو میام از انگشتم استفاده میکنم که اینم ببینید لیفت میکنم در صفر درجه، ولی نمیکشم مو رو بچه ها. دوباره قسمت بعد پس شما اگه خواستید از انگشتتون هم استفاده کنید به همین شکل. این از این. بریم سراغ سیکشن بعدی. باقی موها رو میندازم اینور و یه گیره هم میزنم، یه مقدار رطوبت میدم. شونه کشی موها رو در صفر درجه، الگو رو میبینم بچه، الگو رو میبینم، موها در افت خود طبیعی خودش صفر درجه طبق الگو برش میخوره. حالا میتونم فقط هم از خود شونه استفاده کنم. ببین قیچی میره پشت، شونه میاد جلو، لیفت میشه، میکشم و به این شکل هم میتونید کوتاهی انجام بدید. این هم از این. بریم سراغ سیکشن بعدی. و این هم دیگه کلن میندازیم پایین. تو همون افت طبیعی خودش. شونه کشی میشه و شونه کشی که شد به جنسمون نگاه کنید. اگه نازک بود
اگه موی کله مانکن بود که به همین شکل هم میتونید کوتاه کنید. اگر موی مثلا مشتری بود، نازک بود، میتونید بعضی جا با انگشت بکشید بزنید، ببینید مو رو چجوری باید بزنید، یا اینکه فقط شونه بگیرید بزنید، یا اصلا با ماشین میتونید بگیرید بزنید. من چند تا کار چند تا روش رو براتون انجام دادم که ببینید میشه همه جوره انجامش داد. فقط مثلا این روشی که من میگم درسته همچین چیزی نیست. مثلا فقط با قیچی بزنید، با ماشین نزنید نمیشه و اینا، نه میشه. شما این کار انجام میدید که در نهایت به اون مدل، به این مدل برسید. حالا اصلا شما با تبر این مدل رو درستش کن، مهم اینه که پایان کار اون مدل در بیاد. اینم از این. این قسمت رو کامل کارش رو انجام دادیم. ببینید این قسمت رو کلن تا پشت سر انجام دادیم. بریم سراغ این قسمتی که گیره زدیم. حالا با خودتون میگه آقا چجوری ما این قسمت رو اندازه این قسمت در بیاریم؟ کار نداره، الگو میگیریم دیگه. الگو میگیریم، مثلا میبینیم که این قسمت تا کجا اومده پایین. اوکی؟ تا اینجا اومده پایین، درسته؟ حالا ما اینم میچرخونیم میاد تا اینجا و اولین برش رو میزنیم، میشه الگو. در قسمت پشت سرم، در قسمت پشت سرم اینجا الگو داریم دیگه، میایم و وصلش میکنیم به همین راحتی. خب این موهای پشت سر رو گیره نمیزنیم، نیاز نداریم دیگه. یه مقدار رطوبت میدیم به کار. خب شونه کشی میکنیم و میاییم جدا میکنیم. در این مدل از زیر شروع میکنیم، لاینا رو جدا میکنیم. حالا توی کله طبیعی به این شکل نیست، ولی میبینید چون کله مانکنه به این شکله. یعنی کله مانکن خیلی سخت‌تر کوتاهیش تا کله خود مشتری، کله واقعی. میکشیم بالا و گیره میزنیم، میایم در پشت سر جدا میکنیم و گیره میزنیم. یه مقدار رطوبت میدم. از همون روشی که گفتم استفاده میکنیم و اندازه این دو قسمت رو با هم در میاریم. تمام شد، اندازهش در اومد.
میبینید این قسمتی که کوتاه شده، میبینید این قسمتی که کوتاه شده، یعنی مال اون قسمتی که کوتاه شده و به همین شکل ما میایم کارو وصل میکنیم. خب حالا ما این قسمت برش دادیم گرد، میایم روبروش وای میسیم، میبینیم که ببینید شکلش یکیه. و ما چجوری میتونیم اینو متوجه بشیم؟ وقتی توی آینه نکنه، الان من روبروم آینه است، آینه نگاه میکنم متوجه میشم که این شکلی که دو طرف ساختم گردیش قرینه هم دیگه است. و در پشت سرم اینجوری پشت سر مشتری وای میسم، نگاه میکنم شکلش یکیه. و همین راحتی میریم سراغ قسمت بعدی. این چند تا مو هم چسبیده بود به گردن، درستش کنم، تمام شدم. میریم سراغ قسمت بعدی. یه سکشن جدا میکنم، این قسمت رو میارم بالا و گیره میزنم. اینجا رو هم گیره میزنم، یه مقدار رطوبت میدم. چون دست راستم دیگه میام از قسمت پشت سر شروع میکنم و میرم جلو. میتونم لیفتم کنم به این شکل، ولی کششم زیاد نباشه، اندازه جوری که فقط موها در 0 درجه قرار بگیره و من کات کنم. بریم سراغ قسمت بعدی و جدا میکنیم سکشنو.
میکشیم بالا و گیره میزنیم. من چون دوربین رو گذاشتم روی پای ثابت و کلمانکن تکون میدم و خودم میشینم اینو براتون کات میزنم که کامل واضح باشه و شما واضح ببینید که دارم چیکار میکنم. خب از پشت سر شروع میکنم و با انگشت لیفت میکنم دوباره قسمت بعدی طبق الگو در 0 درجه کات میکنم. یعنی الگوی زیرش رو ببینید و کات کنید، اینجوری نباشه همینجوری رو هوا کات کنید. خب این هم از برشمون، بریم سراغ سکشن بعدی. جدا میکنیم و گیره میزنیم. یه مقدار به کار رطوبت میدم. ببینید این جلوست، این از بغله، ببینید اینجا رو از بغل و ما از پشت سر داریم شروع میکنیم. میریم سراغ سکشن یا قسمت بعدی.
و جدا میکنیم. جدا میکنیم و باقی رو گیره میزنیم. میتونم خیلی راحت از خود شونه استفاده کنم، شونه کشی و کات. دیگه شما الگو رو دارین میبینید قشنگ مشخص الگو. شونه کشی تو همون افت طبیعی خودمون. میریم سراغ سکشن بعدی. خب یه سکشن دیگه میمونه که اونو میذاریم برای آخرین سکشن. البته میشه همش ابریخ رو هم دیگه زد، چیزی نمونده، ولی خب میذاریم کنار چون دارم آموزش میدم اصولی رو درست بگم که شما موقعی تمرین کردن دچار اشتباه نشید. شونه کشی رو انجام میدم، الگو مشخصه در 0 درجه و کات. اینم از این. بریم سراغ آخرین سکشن. آخرین سکشن هم بچه ها توی افت طبیعی خودش میکشیم پایین و برش طبق الگو در 0 درجه. خب اینم از کوتاهیمون روند لاین. حالا بریم سراغ قسمت چتری. میبینید که چقدر دقیق و تمیز انجامش دادیم، ولی خب بعد از کوتاهی چتری بعدش میریم سراغ پوینت کات، یعنی سشوار کشی خوشکش میکنیم و پوینت کات و در آخر میاییم و شکل خارجی رو میسازیم در قسمت چتری. خب در این مدل چتری میتونه حالا تا روی چشا باشه یا بالاتر باشه، این دیگه سلیقه‌ایه. دو قسمت چتری رو گیره میزنم، یعنی دو قسمت چتری که نه، این دو موهای کناری رو در قسمت ساید رو
گیره میزنم که توی کارمون نیاد و قسمت چتری رو شونه کشی میکنم. یه مقدار رطوبت میدم به چتری ها. حالا چتری ها رو از وسط جدا میکنم. ببین از وسط که میگم مقابل با تیغه بینی. بنش. این چتری این قسمت یه گیره میزنم به این شکل. میام سراغ چتری این ور. یعنی این قسمت چتری. و حالا شما برای کوتاه کردن چتری میتونید این قسمت رو بیارید این سمت. ببینید این قسمت رو بیارید این سمت. حالا اون اندازه‌ای که میخواید بیارید این سمت. به این شکل. حالا میتونید بیشتر، هرچی بیشتر بکشید این ور زاویهش بیشتر میشه. ببینید مقابل من با این خطی که جدا کردم این قسمت چتری رو در اون راستا میکشم و یه مقدار بلندتر بکشم چتریش بلندتر بشه. میکشم و کات میکنم. حالا وقتی برگرده سر جای خودش به این شکل، این قسمت بلندتر و این قسمت کوتاه‌تر میشه. در این قسمت هم به همین شکل. در این قسمت هم اینو میکشم این ور و کاتم رو انجام میدم. و ول نکنم. این چه چتری خوشگلی شد. حالا چون کله مانکنه یکم جاب داره میکشه بالا که من بعد بهتون میگم چی کار کنید درست بشه. خب این از این. بریم سشوار کشیش کنیم چون کله مانکن پلاستیکه اصلا رو به بالاست. اینجا میبینید پف داره. سشوار کشیش میکنیم. میخوابونیم رو. این هم یه تکنیکه. برای موی طبیعی اینجور نیست عزیزم. این مو پلاستیک اینجوره. سشوار کشیش میکنیم و تو اون حالت میاییم و چتری رو درستش میکنیم. این هم از چتریمون که اومدیم سشوارش کردیم. ببین چقدر اوکی شد. این هم خودش یه تکنیکه برای کار روی کله مانکن. خیلی ها نمیتونن این مدل ها رو روی کله مانکن ایجاد کنن. اونم کله مانکن پلاستیکی. البته کله مانکن پلاستیکی نمیتونن این مدل ها رو درست کنن به خاطر اینکه این تکنیک ها رو باید بدونن. خب نیاز داره که ما یه مقدار دیگه این چتری رو کوتاه کنیم. این چتری سلیقه‌ایه. یعنی این که مثلا میتونه تا بینی باشه، روی چشا باشه، یا مقدار بالاتر باشه، سلیقه‌ایه. همونجوری که شما توی فضای مجازی ممکنه ببینید. و یه روش دیگه گفتم که دیگه میتونید همون وسط، فرق وسط جدا کنید چتری‌ها رو و بکشید به این سمت، بکشید مقابلش و در صفر درجه
همون قسمت کوتاه کنید و دوباره این ور هم کوتاه کنید به همین شکلی که میبینید. و حالا میخوایم یه مقدار این چتری بیاد بالاتر، یا اینکه فرق وسط جدا کنید. بچه چتری یه چیز سلیقه‌ایه که خود مشتری هم میتونه بگه آقا یه مقدار ببرش بالاتر، پایین تر، اینجوریش کن، اونجوریش کن، صاف باشه، گرد باشه. خب هزار یک مدل میتونه از شما بخواد. حالا این قسمت رو ما از اینجا جدا میکنیم. جدا میکنیم، گیره میزنیم، دوباره یکم بهتر جدا کنیم. حالا این قسمت چتری هم جدا میکنیم و جدا میکنیم. گیره میزنیم. این از چتری ها. حالا این قسمتی که جدا کردیم و میکشیم به این شکل. ببین به انگشتمون زاویه میدیم. من همون مدل به شما یاد دادم، همین مدل هم دارم بهتون یاد میدم. تا کجا میخوایم؟ اگه میخوایم تا این مقدار بیاد روی چش، خب ببین به این شکل به انگشتمون زاویه میدیم. حالا بعد بهتون میگم که اگه میخواید صورت رو بزرگ نشون بدین چجور چتری رو بزنین، یا کوچیک نشون بدید چطور چتری رو کوتاه کنید. حالا این چتری رو هم میتونید شما به صورت مثلا خورد کوتاش کنید، با تیغ کوتاش کنید، با تیغ پیتاش کوتاش کنید. میام این قسمت حواستون باشه چتری رو زیاد نکشید که بعد ول کنید بیاد بالا. همیشه تو چتری ها، شمایی که بچه ها تازه کارین، تو چتری ها دقت کنید که یه مقدار بلندتر نگهش دارید که اگه نیاز بود دوباره بتونید کوتاهش کنید. اینجوری نباشه جوری کوتاهش کنید بعد دیگه نمیتونید بهش اضافه کنید که. پس اینو دقت کنید. اینم پلاستیکه، ببین چجور میشه. من دوباره باید سشوار کنم ببینم این صافش کنم، درستش کنم که مشخص بشه چی کار کردیم. ببین چتری رو کوتاه کردی، دید اون چیزی که میخواستید نشد، دوباره بیاید یه مقدار دستکاریش کنید. هیچ اشکالی نداره. شما نباید تو اون برش اول مثلا، حالا خوبه داخل اون برش اول هم اوکی باشه، ولی خب مثلا تو اون برش اول اون چیزی که میخواستید رو در نیاوردید ناراحت نشید، نه چیز خاصی نیست. خب بریم اینو سشوار کنیم.
خوشگل شد، خودمون اومد خوشگل شد. بریم سراغ ادامه چتری. این قسمت رو میکشیم پایین. و الگوی ما چتریه و برش. حالا میگه آقا چرا همشو نکشیدی پایین بزنی؟ آره اینم میشه. میشه همشو بکشم پایین بزنم. بستگی داره. خب ولی چون من دارم آموزش میدم میخوام شما ببینید قسمت به قسمت کارو ببینید دارم چی کار میکنم. اگر نه برای مشتری باشه ممکن اصلا ببینم موهاش نازکه کم حجمه بکشم پایین همش یه جا بزنم دیگه. چتری هم باید ببینید داخل همون افت طبیعی خودش کجا وای میسه. خب ببینید کجا وای میسه و بعد بیایید کوتاهش کنید. یه سشوار کشی دیگه انجام بدم چون این بالایی خیس بودن و اگه مقدار موج برداشتن سشوار کشی رو انجام بدم تنظیمش کنم. مال موهای کناریه دستش نمیزنیم. خب این هم از قسمت چتری ها که ما کوتاش کردیم. حالا چتری رو گفتم بالا پایینش با خودمونه یا اینکه میتونیم پوینکات بزنیم خوردش کنیم. اوکی. و یه چیز دیگه بچه ها، اگه صورت کوچیک بود ما خواستیم بیاییم و صورت رو با چتری بزرگ نشون بدیم. این چتری ها رو چیکار میکنیم؟ یه مقدار اینو داخل تر میبریم که چی؟ صورت بزرگ نشون داده بشه. اگر دیدیم که چی؟ صورت بزرگ بود خواستیم کوچیکش کنیم. چی کار میکنیم؟ این چتری ها رو جمع‌تر میگیریم که صورت چی بشه؟ صورت بزرگ کوچیک نشون داده بشه. خب واقعا توی کله مانکن فول پلاستیکی این کار در آوردن سخته. هنر میخواد، واقعا هنر میخواد. تعریف خود نمی کنم ولی خب واقعا کار سختی. حالا شما انجام میدید اینو و میبینید که روی کله مانکن پلاستیکی چقدر این کار سخته. خب یه اینجا رو درست کنیم. بچه ها ببین، هنوز من نه پوینکات زدم نه چیزی. چی در آوردم؟ ببین هنوز سشوار کشی نخورده، پوینکات نخورده. ببین چی شد. پس اینم از این مدل.
بریم سراغ پوینت کات. ولی قبلش باید سشوار کشی انجام بدیم. حالا اگر این موی کله پلاستیک نبود، من موها رو جدا میکردم، تیکی تیکی جدا میکردم، میداختم روی شونه و خوش میکردم، سشوار کشی میکردم. ولی این مو چون پلاستیکه و همیشه که سشوارش کنم خوش میشه، گرماش هم زیاد نمیشه، گرماش تا وسط، به این شکل تا وسط گرمای درجه سشوار و پرتاب بادم میتونه تا آخر باشه. خب سشوار کشیش رو انجام دادیم. ببینید اینایی که اینجوری اومده پایین، خب این کلمان کم پلاستیکه. حالا ما سشوار کشی که انجام بدیم یه ذره کش میاد، میبینی اینجوری میشه. حالا بعد این شکل خارجی رو درست میکنیم، ولی خود شکل ببینید هیچ مشکلی نداره. بریم سراغ پوینت کات. چتر رو میتونیم، چترم بالاشو، قسمت بالاشو پوینت کات بزنیم. ببین من چتر رو اصلا نمیخوام پوینت کات بزنم، چون شکل اینجوریشو دوست دارم، نمیخوام پوینت کات بزنم. میایم از قسمت بالا. بچا در این مدل، در مدل های لاین، قسمت شکل یعنی لاین آخر رو ما هیچ موقع پوینت کات نمیزنیم، چون اون وقت چی میشه؟ پایین اون شکل لاینش از بین میره. پس شکل لاین رو هیچ موقع پوینت کات نزنید. به این شکل اون رو میکشم بالا و پوینت کات میزنم، میرم قسمت بعدی. پوینت کات و میریم سراغ قسمت بعدی. ببینید شکل خدا وکیلی چقدر تمیز در آوردن. ببین بچه ها، با همین روشی که به شما آموزش دادم، با همین روش زدم دیگه، تمیز در اومد. تمرین کن، عالی در میاد، بهتر از من میتونی انجامش بدی. هیچ چیز سختی نیست. میتونید بیشتر یا کمتر پوینت کات بزنید، باز اینم دست خودتونه، ولی دیگه کوتاه نشه بچه‌ها. شما باید مستقیم 90 درجه به مو بگیرید و حرکت پوینت کات انجام بدید، چون نمیخوایم مو رو کوتاه کنیم، فقط میخوایم اون یه دستی و خیلی صافی مو از بین بره روی مو. ببینید چی میگم؟ نرمتر بشه به اصطلاح. اینم از
پایین کات. حالا ما بریم برای ساخت شکل خارجی. موها رو شونه کشی میکنیم. میتونیم هم از تافت استفاده کنیم بچه ها برای این مدل، چون کله مانکن میخواییم تکون نخوره، میتونیم از تافت هم استفاده کنیم که تو همون وضعیت بمونه و جا به جا نشه که پایین کارمون قشنگ بشه. این از این و حالا این اضافه های مو رو خب اومدیم و دور تا دور مو رو از اسفر استفاده کردیم که فیکسش کنیم که بعدش چون روی کله مانکنه نمیخواییم تو کن بخوره و روی کله مشتری هم میتونید این کار رو انجام بدید. من مو رو برش نمیزنم بچه ها، این موهایی که سشوار کردیم کش اومده یه مقدار و چون پلاستیک دیگه اونجوری شده. توی موی طبیعی هم باید همین کارو کنید. ببینید شکل رو چقدر تمیز ساختم. این کار تقدیم به نگاه زیبایتون و بریم سراغ چتری ها. از پایان کار امیدوارم که دوست داشته باشید و استفاده لازم رو برده باشید. دور تا دور بهتون نشون میدم کامل. یونیت که چقدر دقیق در اومده. دوستان شما هم میتونید این کار راحت بزنید، تمرین کنید. فقط گفتم از اولش نکته برداری کنید که موقع انجام کار اگه یادتون رفت
نکته رو نگاه کنید متوجه بشید. البته خب میتونید بزنید ویدیو، قسمت‌های ویدیو، میتونید ساعت‌های ویدیو رو یادداشت کنید اگه حوصله ندارید نکته برداری کنید، که اگر مثلا فلان دقیقه یادت رفت من اینجا چی گفتم، یه علامت زدی مثلا دقیقه 25 30 40 5، خب میای میزنی رو اون دقیقه نگاه می‌کنی که من چی گفتم، دوباره یادآوری بهت میشه. اینم از این. لطفاً اگر هنوز مشترک چنل نیستی چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید. تا درود دیگر، بدرود.